برای مثلا من خیلی از بچه های 20 ساله رو می دیدم 21 ساله میرم همش به فکر چی بودن خوشگذرونی پارتی دوست دختر داشتن دختربازی حال کردن یعنی دیدشون این بودش که ما باید 10 سال اول حال کنیم بقیه زندگیمون رو زحمت بکشیم من گفتم برای چی اینو برعکس نکنیم به سلام برابکس یوتیوب پوریا صادقی امروز اومدیم دوباره با نیما عطار اگه یادتون باشه دو تا اپیزود خیلی باحال با نیما گرفتیم نیما یکی از آنهای باحال ونکوور سنش زیر سی سال هنوز اتفاقا امروز یه جیم داشتیم هم صحبت کردیم که سی سالش نشده به زودی سی سالش میشه و آدم خیلی موفقیه نیما میخوای چیزی بگی قبل از اینکه شروع کنیم خیلی اکسایتدم که بیام باهاتون صحبت کنم پوریام کارش خیلی درسته دو تا پادکست قبلی هم خیلی خوش گذشت خوشحالم که پیشتون ما هستم دوباره ایوان نیما میخوام سوال جنجالی ازت بپرسم تو الان 29 سالته سوال جنجالی جنجالی, جنجالی, <laughs> جنجالی یه سوال قشنگ جنجالی حالا زبان انگلیسی چه تو الان 29 سالته و تونستی از برسی به تقریبا ماهی 100 هزار دلار در ماه درسته درآمد ماهی 100 هزار دلار و این کار آسونی نیست 100 درصد تاپ 1 درصد دنیا به این پوینت میرسن و تو مخصوصا تو این سنی که تو هستی و این یه سری ریکوارمنت ها داره از لحاظ شخصی که باید یه آدمی باشی با یه سری خصوصیات که بتونی این رو بهش برسی yeah. و این خصوصیات هم تو خیلی از آدمای موفق مشترکه یعنی من الان نپرسیده ازت یه سری چیزها رو میدونه ازش اصلا شاید شما میشناسمت اینطوری ها خب ولی سوالی که ازت دارم تو اولا که از چه سنی رسیدی به درآمد مثلا ماهی 20000 تا رو کی رسیدی ببین من یه, یه اوج خیلی سریع گرفت بیزنسم یهو از میتونم بهت بگم سال 2020 وقتی که مثلا 25 سالم و قبل از اینکه 26 سالم بشه شروع کردم ماهی 20 تا بردن خب بعد 26 سالگی شروع کردم ماهی مثلا 70 هزار داشتم در میآوردم مثل 6 سالگی آره یعنی از 25 رو 20 هزار تا یهو رفتی 70 تا اصلا اینجوری شد من اول اول سال 2020 از ژانویه اش بگیم درسته. ماهی 10 داشتم میآوردم درسته در میآوردم تابستونش شد ماهی 20 تا بعد از نو... از دسامبر شد ماهی 70 هزار تا بعد دوباره آه. از اونجا رفت رو ماهی 100 تا الان هم بین ماهی 100 ساد و 110 تا که حالا هدفینه که تو این سه سال آینده ببرمش رو ماه 1 میلیون درسته ولی جالب به حال بگم چون من برام کنجکاو بودم که ببینم مثلا یه درصد وقتی میگن تاپ 1 یه درصد یعنی چی توی کانادا برای اینکه تاپ 1 پرسن اینکامر باشی باید سالی 230 هزار یا به بالا در بیاری درسته توی آمریکا توی تاپ 1 پرسن باید سالی 449 هزار به بالا در بیاری توی سنگاپور بعد بالای 970 هزار سالی در بیاری که تاپ 1 پرسن بشی یعنی خیلی جالبه که هر کشوری کشوری فرق می‌کنه مثلا اینکه سنگاپور اینقدر آدمای پولدار داره میگن کمترین تکس رو داره اصلا تکس نداره سنگاپور و نه رو اسست نه روی درآمد خیلی از پولدارا از کشورهای مختلف میرن اونجا هم خیلی لوکسری میتونن زندگی کنن هم که تکس نداره برام برام درست من یه استاتستیک جالب بدم آره منم دفعه خونده بودم چون آه. من با شهریار که همیشه میخواستیم ببینیم که کی به تاپ 1% میرسی <تصفح> همیشه اینو چک می‌کردیم و این جالبی بوده شاید عددا همش راستش بخوای چیزایی که توی اینترنت و اینا پیدا میکنیم از یاد بهشون باور ندارم به خاطر اینکه هر کسی میتونه اون ادار عوض بکنه اون روی ماس فکر میکنه یعنی روی سری روی کل جامعه فکر میکنم میدونی مثل ریال استیت میمونه که اصلا الان میان میگن ریال استیت ونکوور 10 درصد رفت بالا بعد میان وست ونکوور و نورت ونکوور و داونتاون و سوری و برنابی و همه اینا رو با هم یه قاطی میکنن میگن ریال استیت ونکوور 10 درصد رفت بالا. اون زیاد چیز درستی نیست که بخوای نگاه بکنید ببین تا یه حدی به نظر درست. من درسته من چون که اونا استاتستیکا رو بر اساس درآمدی که اعلام میشه دارن میکنن تنها چیزی که به نظر ممکنه اشتباه باشه اینه که خیلی که درآمد بالایی دارن مم. اون درآمد بالا رو اعلام نمیکنم برای تکس آره دقیقا. بر همین اون قسمتش ممکنه فرق داشته باشه ولی به هر حال استاتستیکا درست آره میگم استاتستیکا در حد همین کسایی که میخوان تو اینترنت نگاه کنن یا عددیو ببینن ببینن بگن خوبه به نظر من اوکی ولی اگه بخوای واقعیه واقعی مثل اینونه که الان میام میگم ایلان ماسک پولدارترین آدم دنیاه اون معلومه ایلان ماسک الان پولدارترین آدم دنیا نیست اگه بخوای مقایسه کنی با مثلا عربستان... کشورها رو تیک اوور کردن ولی خب به غیر از اونها میتونی بگی به زمان زیاد من این که البته آقای... دل... ای سر آدم هستن که نه و حالا آدم هستن مثلا کمپانی بلک راک آقای آره اونه که اعلام نمی کنن زده, زده در دارایش یه بیلیونه باشه مثلا برای فورب ها میدونی خودت باید اعلام کنی مثلا یعنی مثلا یعنی باید یه نامه بفرستی برای اینکه من اصلا باید باید... آدم هست اصلا اصلا باید بزنی نه خیلی آدم‌ها اساسا میخوان پرایوت باشه اصلا نمیخوان اعلام بکنن قیدشو بزنی یعنی که باید اون حالت زندگی پرایوت ازش بگذری و بگی خب الان شروع کن حالا شمردن ببینی من چقدر پول دارم که بخواین کل دنیا بیس که مثلا آقایی که صاحب دیور و هستش تا موقعی که ایلان ماسک نیومده بود بالا بگه من پولدارترینم هیچ هیچ جازش اسمی نبود یعنی هیچ جاش بعد یه ها اومد توی بازی برای میدونی برای چی؟ چون که متوجه شد که بزرگترین بیزنس خودتی دقیقا یعنی آه. الان خود ناکن من اعتقادم اینه تو دونو کامادتی داری حالا من کامادتی به فارسی چی میشه اه... دو تا چیز داری که بتونی ارائه بدی نه دو... ببین نکن بزرگترین چیز سه تا چیز هستن که به نظر من بزرگترین ارزش شدن تو زندگی مه. همه ماها درسته وقتمونه پولمونه انفلوئنسمونه انفلوئنس به فارسی چی میشه تاثیر تاثیر یعنی آدمایی که یعنی یه سری آدما هستن که پول زیاد دارن ولی خب، وقت ندارن خیلی سنشون بالاست اه. خب یه سری آدمایی هستن که وقت زیاد دارن ولی پول خیلی ندارن ولی با اون وقتی که دارن میتونن پولو بسازن اه. برام این وقت به مهمترین چیزه ولی وقتی میرسیم به پول و انفلوئنس ناگهان خیلی آدمایی هستن که پول دارن ولی انفلوئنس ندارن حالا یا باباشون پولدار بوده از اون طریق پولدار شدن یا زحمت کشیدن پول شدن ولی کسی نمیشناستشون اگه بخوان برن مثلا تو اینستاگرام یه ویدیو بزنن که بچه‌ها مثلا برین این کارو کنی کسی به گوش نمیده <تصحنت> و پول همیشه اینفلوئنس نمیاره <تصحنت> میتونه خیلی کمک کنه تو میتونی مثلا بری توی پالیتیکس مثلا آدما رو بخری که برن یه سری قانونایی بزنن که به نفعت میتونی پول بدی ادز کنی راحت تر پخش بشه اسمت راحت‌تر بشه صاحب کمک می‌کنه پولش ولی حتما اینفلوئنس نمیاره خب پس ولی اینو می‌خوام اینفلوئنس همیشه پول میاره یعنی کسی که روی طرز فکری بقیه بتونه تاثیر بذاره کسی که بقیه اهمیت بدن برای نظراتی که داره و کسی که بتونه اتنشن آدم‌ها رو بگیره ببین مثلا من و تو داریم یوتیوب الان کار می‌کنیم داریم اینستاگرام رقابتی که ما داریم می‌کنیم رقابت با یوتیوبرای دیگه نیست با اینستاگرام دیگه نیز. با همه چیزایی هستش که حواس آدما رو جذب میکنه یعنی یه کسی میاد بعد از اینکه کارش تمام میشه میگه آقا من میتونم برم ویدیو نیما رو کنم میتونم برم ویدیو پوریا رو کنم میتونم برم نتفلیکس حالا تو ایرانم حتما این چیزی شبیه نتفلیکس هستش میتونم برم نمیدونم با دوستام یعنی طرف داره به ما حواسش رو میده یا اتنشنشو رو میده به انگلیسی اون ارزشترین چیزی که انسان میتونه بگیره از یک کسی <applause> و کسایی که بتونن اتنشن و حواس بقیه رو جذب کنن میتونن روی طرز فکرشون تاثیر داشته باشن و بزرگترین قدرت اینه یک ای کسی که خیلی معروفه خب اگه بیاد یه برند لباس بزنه بیشتر موفق میشه یک کسی که هیچکی نمیشناسه صد در صد کسی معروفه. خیلی معروفه چون آدمی که خیلی معروفه میاد دو تا اینستاگرام ریل میذاره هر کدوم یه میلیون ویو میگیره ده درصد اونا میان لباسشو میخرن سه فروش میره روز اول باید. مستر بیس برای هر بیزنسی میزنه موفق میشه چون هر بیزنسی میزنه اتوماتیکلی آره. روز اول 150 میلیون آدم ادورتایز میشن اون بیزنسو یه دونه بیزنس زده بودش یه دونه اپلیکیشن گذاشته بودش روی اپل استور مستر بیس که از روی صفحه موبایلت انگوش تو یه دونه اپلیکیشن بودش که همه دانلود بکنن بعدش گفته بودش که هر کسی که انگشتش بذار رو بذاره روی این صفحه سیاهه یه نقطه بود اون صفحه این نقطه همه ای جابجا میشدش هر کسی که دیرتر انگوشش از روی این ورداره به 100 هزار دلار میده <applause> خب انقدر آدم رفته و این اپلیکیشن <applause> دانلود کرده بود اپل استور داشت کرش میکرد دقیقا دقیقا بعد یه دو نفر بودن آخر سر که هر کاری میکرد یه انگوشش بر نمیداشت خودش گفت انگوشش رو ورده به نفری بهتون مثلا 50 هزار تا میدن حالا مقصد این مثلا رو بلا ایلان بزنم من میتونم بهت قول بدم تو اگه بری 80 درصده کسایی که استاک تستا رو دارن باشون صحبت کنی اولین دلیلی که خریدن به خاطر این بوده که ایلان ماسک داره اون کمپانی ران میکنه و به ایلان ماسک باور دارن اصلا قیمت یعنی میگه... تسلا نمیکنه میدونی یعنی منظورم که اینقدر پرسونال برند یه کسی مهمه چون طرف میره هر بیزنسی یعنی الان ایلان ماسک بزنه شانس موفقیتش ده برابر شاید صد برابر بیشتره به خاطر اینکه اسم ایلان ماسک پشتشه یعنی تو میگی پولدار بودن بهتره یا معروف بودن صد درصد معروف بودم ببین الان ولی یو... معروف میشه که میخوای پول رو بسازی اوکراین رو نها کن. خب کی الان رئیس جمهورشون کیه یه کسی بودش که قبلا بازیگر بود درسته دونالد ترامپ چجوری اینقدر سری تونست جعب توجه همه بشه چون که آردی معروف بود یعنی من میگم وقتی معروف باشی اگه خرابش نکنی یعنی اگه به خاطر اسمت بد در نره یا مثلا که خیلی راحت هم هست که این اتفاق بیفته مثلا این دور زمونه اگه آدم ها به خاطر چیز خوب تو رو بشناسن به نظر من تو هر کاری میتونی خیلی راحت موفق بشی یعنی مم. میدونی خیلی هم یعنی که مثلا بعد پول داشته بشی پول که پولدار بشی برست. به نظر من این از پول خیلی مهمتره درسته خب یعنی از اون به چجوری به این بحث چون شما به ایلان ماسک صحبت می‌کردی بعدش گفتی که لویی ویتان هم وقتی دید ایلان ماسک با ای دقیقش دلیلش به خاطر اون پرسونال برنده دی چقدر ارزش داره دقیقاً 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 داشتیم اون صحبت می‌کردیم واسه اینکه داشتیم نگاه می‌کردیم اون آقای نبود آها قیدش رو زده بود واسه اینکه بخواد انقدر رفتیم تو بحث اون داشتیم فایبسینو صحبت می‌کردیم دقیقاً دقیقاً قبلش نشد تا صحبت می‌کردیم آخه فکر کنم قبلشتش میرفتیم می توی خصوصیت این که آها، تو آره، چه یادم. خصوصیتی فکر میکنی که آدم ها باید داشته باشن یا کسی که مثلا دقیقا تو رو به عنوان یادم موفق خب ببینم که تو چه خصوصیتی فکر میکنی داری و اون موقع تو اون پوینت از زندگیت بین 25 تا 26 سالگی بیشتر داشتی که به تو کمک کرد که توی بیراهه نری به تو کمک کرد که تو اون مسیرت بمونی و اون موقع چه خصوصیتی داشتی و بعد از اون چه خصوصیتی داشتی که تو رو تو این مسیر نگه داشته چون تو اون سنت به یه پولی رسیدی که بالاخره درآمدی رسیدی که خیلی ها رو میتونست عوض بکنه ولی تو عوض نشدی بیشتر, بیشتر تشنه شدی واسه اینکه بخوای بزرگتر 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 بشی بز من شاید اینجوری جواب بدم شاید بهتر داشتیم قبل صحبت می‌کردیم داشتیم گفتی که خیلی از کسایی که این ویدیو رو نام بین 17 تا 30 سالشونه شاید بگم که مثلا من چه کارایی کردم وقتی که 19 سالم بود 20 سالم بود 20, بود 20 هم... که خیلی از کسایی دیگه هم... که همسن من بودن انجام نمیدن شاید این راحت تر باشه اتفاقا من یه یوتیوب ویدیو هفته دیگه داریم پست میکنیم مهم. که چه کارایی بعد باید... چه کارایی میتونی بکنی توی 20 سالگیات که از بقیه تو رو جلو بندازه ببین به نظر من دلیل اولی که حالا چه آدمایی که جوونن چه آدمایی که سنشون بالاتره به نتیجه نمیرسن یا موفق نمیشن چون هدف ندارن من میخوام خودتو بگی اصلا نمیخوام در مردم بگی دارم خدا میگم ولی برای برای اینکه خدا میخوام که دلیلی که بیشتر آدم اون کارو میکنن بعد یعنی دلیق... هدف نداشتن خوش بزرگترین مشکله <تصفح> من خودم وقتی که 20 سالم بود یه کتابی خوندم که تو هم در موردش صحبت کردی think and grow rich درسته. که تو اون کتاب های کلش کتاب داریم یکی که آقا باید هدف داشته باشی و یه ارزش بالایی برای اون هدف رو بدونی و یه دزایر خیلی بالایی داشته که به اون نتیجه برسی درست درست من اون کتاب رو خوندم گفتم منطقیه من اگه میخوام برم مسافرت اولین کاری که باید بکنم این که انتخاب کنم کجا میخوام برم تا انتخاب نکنم کجا میخوام برم هیچ برنامه ریزی نمیتونم بکنم که به اونجا برسم اه. من گفتم چی مهمتر زندگی ما یا یه مسافرتمون صد درصد زندگیمون برای همین نشستم برای خودم هدف گذاشتم و اون موقع هم نه از بیزنس چیزی سر در میآوردم نه اصلا میدونستم چه بیزنسایی هستش فقط یه هدفی برای خودم گذاشتم که تا سن 27 سالگی میخوام ما این 85 هزار تا در بیارم درست yes. چرا حالا این هدف گذاشتم چون نشستم یه حساب کتاب کردم گفتم برای اون زندگی ایدئالی که میخوام داشته باشم چقدر درآمد باید در بیارم برای اینکه اون ماشینایی که میخوام برای اینکه اون خونایی که میخوام این یکیش بود یه قسمت دیگه هم به خاطر این بودش که من چون همیشه از بچگی احساس میکردم که کسی به من باور نداشت اونقدر میدونی مثلا میخواستم فوتبالیست بشم همه گفتم برای چی میخوای فوتبالیست بشی برو یه کار دیگه برو دکتر شو برو مهندس شو اینا حالا فوتبالیست نشدم ولی بعدش هم چون که من درسام خیلی خوب نبود چون از بچگی هی دنبال فوتبال بودم خیلی به مدرسه اهمیت نمیذاشتم درسام نمرام خوب نبود برای هم همه نامی میگم میگفتم خب نمراش خوب نیست پس به اعتمادی به جایی نمیرسه درسته کسی ببینون اون ولی میدونی تو احساس میکنی میدونی تو چشای مردم میبینی که مثلا نگرانتن آقا اصلا هدف نداره کجا درست. برای من دوست داشتم به یه لول موفقیتی برسم بدون دانشگاه رفتن که بقیه آدمایی که مثل من گم, گم بودن نمیدونستن میخوان چیکار کنن شاید توی درسشون خیلی خوب نبودن یا یعنی اصلا علاقه ای نداشتن امید داشته باشن که بازم میتونن به موفقیت برسن نمیست. چون من اون موقع که داشتم این کارو میکردم تصمیم گرفتم که دیگه دانشگاه هم ادامه ندم بعد از یه سال من اجازه اون هدف رو خلاصه نوشتم نه هیچ ایده ای نداشتم که چه جوری میخوام بهش برسم و به نظر من بیشتر آدما این کارو نمیکنن چون میترسن که بنویسن هدفشون ولی بهش نرسن درست ولی من ترجیح میدم چون یه زندگی بیشتر نداریم ترجیح میدم تا اونجایی که میتونم هر کاری که تو قدرتم هست رو انجام بدم که به اون نتیجه ام برسم اگه هم نرسیدم نرسیدم ولی نمیخوام هیچ وقت برگردم نا کنم بگم کاش که این کارو کردم کاش که اون کارو کردم چون وقتی من فوتبالیست نشدم به این نتیجه رسیدم که دلیل که فوتبالیست نشدم بخدا که در اون لولی که باید زحمت می‌کشیدم نکشیدم و این قضیه خیلی اذیتم میکرد خلاصه هدف داشتن یکیشه که فکر کنم تو هم با هم اگری که هدف داشتن خیلی مهمه این دومین کاری که به نظر من آدمایی که موفق هستن و خود من انجام دادم این بودش که دنبال راه بقیه نرفتم درسته میدونی من همیشه دیدم این بودش که اگه همون کاری که بقیه میکنن رو بکنی خب همون نتیجه که اونا دارن رو خواهی داشت دیگه برای همین که میتونی به قول معروف 1% باشی یا توی تاپ ها باشی اینه که برعکس بقیه حرکت بزنی برای مثلا من خیلی از بچه های 20 ساله رو می 21 ساله میرم همش به فکر چی بودن خوشگذرونی پارتی دوست دختر داشتن دختر بازی هار کردن و دیدشون این بودش که خب ما باید توی 20 سالگی هار کنیم خوش بگذریم چون دیگه وقتی بشه 30 سالمون دیگه باید مثلا بچسبیم به کار و زندگی yes. و اینا یعنی دیدشون این بودش که ما باید 10 سال اول هار کنیم بقیه زندگیمونو زحمت بکشیم من گفتم برای چی برعکس نکنیم 10 سال اول که انرژی از همه موقع‌های زندگیمون بیشتر داریم قابلیت یادگیریمون و عوض شدنمون خیلی بیشتره ریسک پذیریمون بیشتره ریسک پذیریمون خیلی بیشتره چون که داون ریسک خیلی کم داریم <applause> و انرژیمون از همه زمان زندگیمون توی این موقع بیشتره تا 40 سالگیمون 50 درست میگم دقیقاً آره گفتم پس تو این زمان اتفاقا ما باید بیشترین کارو بکنیم بعدش که تو اون ده سال ما زحمت بکشیم زندگی که میخوایم بسازیم درآمدی که میخوایم داشته باشیم و موقع یا میتونیم تصمیم بقیه زندگیمون حال بکنیم خوش بگذرونیم به قول معروف سمی ریتایرد ریتایرد بشیم یا اینکه میتونیم تصمیم که می هی لول رو ببریم بالاتر نمیشه برای من دیدت بعدی این بودش که آقا اوکی چون بقیه دارن خوش می... مثلا اینکه مامانم همش به من میگفت می می مثلا 20 سالم بود کد شبا میگوشتم میرفتم مثلا آفیس میگفت چرا شای پیرمرد لباس پوشیدی <تصفح> چون من میخواستم نتیجه پیرمرد رو داشته باشم درسته نه نمیخوام وایسم تا بیا نمیخوام وایسم تا 60 سالم بشه یه ماشین خفن رانندگی کنم میخوام توی 20 سالگی بکنم که حال کنم حالا اگه سن بعضی از افراد الان بالاتر اشکال نداره من کلا هد... پوینت هم اینه که راهی که بقیه دارن میرن و نرو چون که اون راهو وقتی بری نتیجاشو میگیری یا مثلا دانشگاه نرفتن خیلی تصمیم سختی بود اون موقع چون همه داشتن میگفتن که اشتباه داری میکنی ولی برای هدفایی که من داشتم برای راهی که من میخواستم برم دانشگاه منطقی نبود و میدونی من چیزی که به بچه‌ای که باشون با کار میکنم میگم بعد از این تاپیک میام بیرون که حالا بچا خسته این نشن. رو گذاشتم همین چند روز پیش در رابطه با اینکه تحصیلات اشتباهی حالا لینکشو میذارم اینجا بعد ادیتوری اینو اینجا که بچا برام ببینن دقیقاً ولی من داشتم میگفتم به بچه‌ای که داشتم کار میگم گفتم ببین اون ویژن اون دیدگاهی که خدا به شما داده به بقیه نده میدونی اون اهدافی که تو داری اون آرزویی که داری آرزوی تو آرزوی بقیه نیست تو نه بذاری نظرات بقیه که اون آرزو رو ندارن اون هدف رو ندارن اون دیدگاه رو ندارن روی تصمیم گیری تو تاثیر بذاره بس. ولی من خیلی رو میشستم که آرزوش اینه که مثلا بیزنسمن بشن ولی به خاطر مامانشون یا باباشون دکتر میشن و میدونی من دیدم چی بود این بودش که تنها کسی که باید با تصمیمات زندگی من زندگی بکنه منم می یعنی تنها کسی که تو آخر عمر من باید بلند شه و تو آینه نا کنه و با اون زندگی که ساختم زندگی کنه منم برای من نمیخوام به خاطر مامانم دکتر شم بعد از دکتر بودم بعدم بیاد بعد تا آخر عمرم فکر کنم وای به خاطر مامانم من این شرایط نامناسب بودم که با زندگی محال نمی کنم. برای من اگه من قرار موفق شم میخوام به تصمیم خودم موفق شم اگه قرار ناموفق شم میخوام به تصمیم خودم ناموفق شم میدونی اینم دومش این دومش پس یعنی اولیش شد من باشیم هدفمون رو بزنیم دومش که راه دنبال بقیه بعضی موقع قضیه ای که میگه که راه دنبال راه کسی نریم چیزه بعضی من جواب میده که بری بعضی انسان های موفق و اگر که بری اه... انسان موفق نا من آه. وقتی میگم راه بقیه رو نمیگم اون چند درصدی که اون نتیجه که تو میخوای دارن اتفاقا وقتی یکی از این نتیجه ای تو رو داره باید راهشو بری نه، نه. خیلی از این بچه دارن ویدیو تو رو نگاه میکنن چون نتیجه ای داری که اونا هم دوستان داشته باشن درست میگم بر همین اون درسته ولی وقتی میگم راه بقیه رو 95 درصده 98 درصد درصده ولی بیشتر ماها چون تعداد اونا بیشتره بیشتر واکنش داریم که دنبال اونا بریم تا اون یکی دو درصد چون میترسیم شاید ما اونا نشیم مثلا الان انقدر دیگه تکنولوژی پیشرفت کرده و اینکه همین الان نیا کنیم ما نشستیم از این ور دنیا داریم با یه سری جوانای توی ایران اینم ما کانکت میشیم تجربیاتمون رو در اختیارشون میذاریم که اینا خب بتونن اون راههایی که ما اشتباه رفتیم رو نرن حداقل الگو برداری بکنن دیگه. اگر که دوست داشته باشن خب چیزایی که ببین همه چی من من خودم بچه بودم اینطوری بودم نگاه میکردم ببینم که مثلا فامیل فلانیمون چی داره بعد میگم میگم ببینم چه جور آدمیه بعد اصلا بدونه اینکه یکی بیاد به من چون موقع یوتیوب نبود که موقع اصلا اینستاگرام نبود که باید. باید. دقیقا ببینی مثلا طرفو توی مهمونی میدیدی حال میکردی مثلا مثلا هر شش ماه یه توی مهمونی میدیدی میگفتی این چقدر باحال شده زندگیش مثلا چند ماشین خاله فلانی باحال شده میدونی بعد میرفتی دنبال مثلا اون آدما دنبال اون کارهایی که میکنن ازشون بخوای یاد بگیری اصلا. حالا اون موقع فرق میکردش الان و الان خیلی راحت تر جوان میتونن از تجربیات آدم های دیگه بیرون از ایران حتی توی ایران بعضی از بچه ها هستن که با هم صحبت میکنن انگلیسیشون خوبه میشینن فیلم های الکس پروموزی رو نگاه میکنن میشینن فیلم های گرن کاردون رو نگاه میکنن یعنی از توی ایران دارن خودشون رو با اون آدم ها جلو میبرن که دقیقا میشه از میشه دنیای فرست ورلد دیگه که میشه الان کانادا و آمریکا که توش هستی اینا آدمایی هستن که خب تاپ هستن و اینفلوئنس دارن و توضیح میدن و راه های درست رفتن و میدونی مثلا همین اونایی که می از توی ایران شروع میکنن اینا رو دیدن خیلی از هم زندگیشون جلو میفتن اتفاقا من همین سومین کاری که من کردم و به نظرم بیشتر آدمی موفق میکنن اینه که الگوهایی پیدا میکنن منتورهای پیدا میکنن معلمای پیدا میکنن که نتیجایی که و دارن دقیقا. و دنبال خوبی شونن ناخون بعضی از دماس که نتیجایی که میخوای دارن ولی دنبال خوبی نیستن دوست. ممکنه گمراهت بکنن ولی میدونی برای چی این قسمت مهمه چون بیشتر آدما در یکی از موفقیت میترسن چون هی از خوش میرسن چه جوری چه جوری میخوام این پول رو دارم چه میخوام ولی چه مهم نیست کی مهمه چه جوری مهم نیست کی مهمه نکن وقتی تو کی رو پیدا کنی یعنی کسی که اون کارو آرادی کرده کسی که اون تجربه رو داره هم به تو راه رو یاد میده و نه هر راه حلی راه حل امروز همین که به تو اون انگیزه رو میده که اون راه رو روش عمل بکنی درسته حالا خیلی از افراد هستن که دارن الان اینو نام میکنن که میگن خب نیمه من آدم دورورم آدم اونقدر موفق ندارم منم هم همین مشکل رو داشتم پدرم موفق بود ولی پدرم آ... پدر من توی نسل دیگه موفق شد توی کار دیگه موفق شد مه. من کاری که کردم اینه که یوتیوب نگاه میکردم کتاب میخوندم کتاب صوتی گوش میدادم یعنی پادکست گوش آفرین معلمم و این ویدیوهای یوتیوب میکردم معلمم و اون کتابا میکردم و روش عمل میکردم بعد هرچی این یو ویدیو رو نامی کردم کتاب صوتی رو گوش میدم کتاب میخوندم شروع میکردم اون زبونی که اون آدمای موفق صحبت میکنن رو صحبت میکردم آدم موفق میمدن سمتم درسته میدونی منظورم چیه یعنی چون منم همین چالش داشتم خود و خودت شرایط قرار میدادی دیگه یا اینکه نکن یو تو وقتی اون آدم بشی آدمایی که اونجوری آرودی هستن میان سمتت دقیقاً دقیقاً میدونی برای همین اون کمک میکنه که اون پروسه رو سایت ما یعنی دمتون گم که این ویدیو رو نام می‌کنین وقت می‌ذارین به که اینکه فیلمای مسخره نگاه نه واقعا آره نه تا بالانس آره بس... داشته باشه آدم یعنی همه چیزا باید داشته باشی ولی خب من... من با این قضیه این بیشتر دوست یعنی الان یکی باشه نگاه بکنه بگه مثلا او پوریا مثلا الان آدم موفقیه مثلا نیما آدم موفقیه نه نه نه. دیگه نه نه نه. الان تو این پوینت زندگیشون نیاز نداره که بیان دنبال یادگیری و اینا نه این واقعاً نس... من من, ا... من اتفاقاً الان تو زندگیم دارم از هر زمانی بیشتر از هر زمانی اینا. کتاب می خونم بیشتر از هر زمانی مدیتیشن می کنمم بیشتر از هر زمانی یوتیوب یاد، یادگیری نگاه میکنم بیشتر اینا. از هر زمان دیگه دارم می خودم کار می چون تو احساس میکنم الان توی این سنم به یه مچولتی ذهنم رسیده که خیلی راحتتری ندارم جذب می کنم دیگه مثل این نیستش که بچه بودم گنگ بود هستم مثلا کتابی می خوونی چی شد مثلا این کتابه نفهم چی شد و دوره می خونی دوباره میخنی دوره میخون آ خسته دارم متوجه میشم که این چیه؟ ولی الان توی مثلا این سنی که هستم بیشتر سریعتر متوجه میشم این می خونم میگم الان میدونم دقیقا در چه زیو صحبت میکنه چون تجربهش کردی برای همین احساساتت با اون اطلاعات جمع میشه خب پس بذار من جمع بندی کنم واسه جوونایی که بین 17 تا 23 سالگی هستن واسه اینکه بتونن زندگیشو موفق باشن تو این سالها اولین چیز اینه که هدف بکنن یعنی هدفشون رو بنویسن و به اون سمت هدفشون حرکت بکنن و بدونن که کجا میخوان برن دیده... یعنی دونستن اینکه میخوای کجا بری تقریبا 50 درصد کاره دومی که نیایی دنبال بکنی کسایی که 95 درصد جامعه رو دنبال نکنی سعی کنی یه کاری بکنی که فرق داشته باشی با 95 درصد جامعه یعنی اون مسیری که همه میرن و نری سومی که بیای واسه خودت منتور و الگو پیدا بکنی الگوهایی که تو اون مسیری که تو میخوای بری رفتن و اون زندگی که تو میخوای بسازی و ساختن و آلردی اونجا هستن واسه همین این سه تا کار اگه انجام بدی مطمئنم تو بین سن 17 تا 30 سالگی همونطور که نیما گفتش موفق بشی من یه دونه چهارم هم میتونم بهش اضافه کنم yeah. کارهایی بکن که میسازت میسازت نه اینکه پول برات میسازه میدونی یکی از اشتباهی که به نظرم خیلی از آدمای جوان مخصوصا میکنن که اینقدر عجله دارن که موفق شن من خودم هم, هم اشتباهو کردم hey, هی دنبال اینه که ای نتیجه بگیرم پول لردن. ولی <مزحود> به نظر من تمرکز تو اگه بذاری رو بهترین شدن تو هر چیزی بهترین بشی پولدار میشی <مزحود> تو هر شرایطی <تصفحود> ولی اون دنیا ببین خیلی ها آره تو ایران میبینی بیچاره یه سری شرایطی براشون پیش میاد و از دست میدن یعنی بهترین میشن تو چیزی ولی بازم اتفاق به نظر من بهترین شدن تنها که از دست نمیره یعنی چی یعنی تو ممکنه از پولت از بین بره ممکنه بیان بیزنس تو ازت بگیرن برای هر دلی ولی کسی که شدی و چیزایی که بلدی رو هیچ دست ازت نمیتونن بگیرن نمیتونن ازت بگیرن ولی بهترین شدن توی یه چیزی دلیل بر موفقیت بالای حالا من قبول ندارم اگه بهترین شد اگه... بهترین بشی تو سی دی فروختن آره چون دیگه کسی سی دی نمیخره ولی اگه توی چیزایی بهترین بشی که همیش استفاده داره به نظر من امکان نداره که موفق نشی مثلا ببین الان تو این دور زمانه کامیکیشن اسکیلز قوی باشه قوی باشه الان کلی آدمای مثلا فروش اگه بهترین باشه عمرن با حال خیلی خوب میشناسم که نمیتونه الان بیزنس بگیره ادیتور خیلی چون خوب چون مارکتینگ بهترین تو اون هستش آره ولی, ولی, ولی اگه بهترین بشه مردم پیداش میکنن من واقعا اعتقادم اینه که اگه واقعا بهترین بشه آدما پیدا میکنن خود من همیشه آدمای تو اینستاگرام ریچ اوت میکنن از ایران برای تو هم همین اتفاق زیاد میفته و اگه واقعا کارش خوب باشه چرا که ما هایرشو نکنیم بیاریمش ولی اگه کارش خوب نباشه به جایی نمیرسه من فقط پوینت هم که ناخن انرژی محدوده دنبال پولدار شدن خیلی وقتا آدم ها رو گمراه میکنه چون از این میپرن شاخه به این شاخه میپرن من دوستام که همه شاخه به شاخه کردن هنوز به اینجا نرسیدن منی ای که تو یک کار رو فوکس کردم تو یک سری اسکریست تمرکز کردم بهترین شم به اون نتیجه رسیدم <applause> ولی من ولی بهترین فوتبالیست همیشه تیم براش هستش درست میدونی تا وقتی که اون ورزش هستش تیم براش هست بهترین ریالتر توی بدترین هم پول میسازه درست ولی درست. خب میگم ولی بازم خیلی ها رو میبینی که بهترین نگوشیشن و من تا حالا نیدم ولی... تو عمرم من تا حالا که یه کسی بهترین باشه و موفق نباشه مگه توی یه کاری باشه که اصلا دیگه استفاده نداره باید همه چیزو به نظر من زمان در کنار هم داشته باشه یعنی تو بهترین نگوشیتر هم باشی توی ریل استیت مارکتینگ اگه ندونی نمیتونی ولی میتونی کسی رو پیدا کنی که مارکتینگ میدونه من, من من, میگم اگر اگه توان مالیش نداشته باشی نمیتونی بازم دیگه چون مالیش داشته باشی اگه اگه تو بهترین ریلز بشی توان مالی رو میسازی تو ایران انقدر مثلا خواننده های خیلی خوب با صداهای خیلی خوب هست مثلا یه آقای چند سال نگاه میکردم صدای عالی ها مثلا واقعا مثل ابی میخوند خب هیچکس کس نمیشناختش ولی به اون خوبی باید یه سری چیزها همگی در کنار هم دیگه واسه توی زمان درست شرایط درست رقم بخوره و خودت هم اوکی باشی آمادگی به جذب همه اینا رو داشته باشی اون وقتی که یهو میای میشه یه ستاره اگه ولی بخویم اونجوری جنبندی کنیم هیچ راه درستی نیستش ولی من جوری که زندگی میکنم من دنبال 100 درصد نیستم من دنبال گارانتی نیستم من دنبال پراببلیتی ام ناگهان تو وقتی پوکر بازی میکنی ممکنه بهترین دست داشته باشی بازم پاتو نبری چون یکی کسی دیگه ممکنه همون دست داشته باشه قبول داری امه. ولی تو وقتی پوکه داری بازی میکنی گارانتی بازی نمیکنی صد درصد بازی نمیکنی داری درصدی بازی میکنی یعنی میگه این دستی که دارم شانس برندگیش 70 درصده من دارم میگم کسی که بهترین بشه توی ب... توی کارش شانس برندگیش 90 درصده ولی کسی که دنبال هی از این کار بپره تو این کار بپره تو که شانس موفقیتش 10 درصده ممکنه 10 درصد شانس بیاره از اینکه پرید به این زمان درستی پریده باشه پول لاشه ولی من زندگیمو رو 10 درصد نمیبندم رو 90 درصد میبندم برای همین که وقتم محدود انرژی محدوده من ترجیحم انرژی و وقتم بذارم تو تو س... یک کار بهترین بشم تا اینکه بخوام شاخه به شاخه بپرم که شاید خوش شانس بشم این دید منه ولی اف کورس یه چیزی 100 درصد نیست نه نه اینکه تو میگی که بعد تو یه چیزی فوکس بذاریم که بهترین بشیم 100 درصد همینه یعنی بیشترین درآمد میرسه به متخصصا بیشترین یعنی دفعه پیشم داشتم با رابش هم صحبت میکردم تو در تو بدن سازی بودش گفتش که یه سری بدن ساز هستم میگن یعنی که همه ورزشه بدن سازی رو بهت یاد میدن مثلا در تو دایت بهت میدن در با ماسل ساختن بهت میدن در با جوینتت بهت میدن در با هر چیزی که بخوای تو بدنسازی بهت میدن اونا درآمدشون معمولیه و یا یه کسی میاد متخصص فقط استخون میشه مثلا نشون میده که چجوری مفصلات قوی تر بکنی یا درآمدش سه چهار برابر میشه به خاطر اینکه اومده روی یه چیز فوکس گذاشته اکسپرت شده اکسپرت میشه تو می این که 100 درصد یه دنیا و بیزنس همینطوره وقتی تو میای تو یه چیزی اکسپرت میشی مثلا این همه برندای باحال دنیا مثلا لوی ویتون هرمس اینا همه مثلا روی کیفیو کیفشون یهو گرفت بهترین چیزشون شد بعد حالا بعدش رفتن کف زدن بعدش رفتن کمر بند زدن و مثلا چرمشون یا بهترین یه چیزشون بهترین شد این که 100 درصد نمیتونه اگه میخوای خیلی به یه جای موفقیت برسی یه رشته ای انتخاب بکن یه شاخه یا انتخاب بکن توی اون شاخه برو بهترین بشو ولی توی بهترین شدن اون همزمان با اون باید خیلی چیزهای دیگه ای هم در کنارش داشته آره باشی شانده. که بتونی به بازدهی بالا برسی یعنی نمیتونی فقط بیای بگی من الان توی فوتبال بازی کردم الان بهترینم ولی اخلاق ندارم نمیدونم از م... از م... نمیتونم برم تیم انتخاب بکنم نمیدونم کدوم باشگاه برم بازی بکنم نمیتونم خودم بزنم جلوی مردم استرس بالا <تصح> میگیرم بازم. میدونی این مایندست موفقیت باید پشت همه چی باشه ولی من منظورم که اگه داری فهمی کنی انرژی و وقت رو چی بذاری حالا من اصلا مجمع... حتما یه ذریع جنرالتر میگم اکسپرچ رو یه سری اسکیل ستایی که Owning��. تو همه چیز کمک میکنه الان تو فروشنده خیلی خوبی هستی قبول داری این فروشنده خوب بودن تو یوتیوب داره کمکت میکنه خب تو ریال استیت داره کمک میکنه. نا تو, بر... تو هر کاری که بری که فروش نیازش بشه تو میتونی موفق شی مدیریت هم همینه تو وقتی مدیر خوبی باشی نگو فرق ایلان ماسک و انجینیره که براش کار میکنن چه اتفاقا خیلی از اون انجینیر ممکن آی بیشتر باشه حتی ممکنه توی اون زمینه انجینیری از ایلان ماسک 10 برابر بهتر باشه ولی ایلان ماسک مدیر خیلی خوبی شد که تونسته اونا رو به کار بندازه نبسه. ریسک پذیریش خیلی بالاتره یعنی اگه, اگه میخوای توی زندگی موفق بشی من به نظرم یک سری اسکرستهایی که ترانسفربل هست به چیزای دیگه اگه توش واقعا بهترین بشی همیشه برات جا هستش آپورتونیتی اپیزود بسازم در با این صحبت بکنم که چه مهارت هایی هستن دقیقا. که تو خیلی از بیزنس های متفاوت مشترکن و تو اگه اونا رو یاد بگیری دست رو دقیقا. هر چیزی بذاری من احساس میکنم من خودم شخصا همچین چیزی برام اتفاق افتاده وقتی که وارد ریل استیت مثلا خرید و فروش شدم خب تونستم برم کار کانستراکشن بگیرم تونستم برم خونه بفروشم تونستم برم سرمایه گذار بگیرم تونستم برم هر کاری بکنم بخ... همه اینا به خاطر این بود که روابط اجتماعیم راحت بود با مردم یعنی رابطه دادن ساخت داشتن باسه. صحبت کردن این این خیلی چیز راحتیه واسه واسه همین که الان میتونم باهاتون صحبت بکنم و نیما صحبت کنم بشینیم صحبت کنیم میدونی این اتفاقا چیز باحالیه که خیلی دوستم دربارش صحبت کنم تو یه اپیزود خیلی خوبه ایده عالیه دمت نیما خیلی حال دادی خیلی ازت یاد گرفتیم امروز بچه ها دیگه خودتون میدونین چیکار کنیم تا اینجا ویدیو که دیدین اگه دوست داشتین لایک بکنین دوستم نداشین بازم دمتون گرم که اینجا هستیم و این ویدیو رو دیدیم به خاطر اینکه هدف ما این هستش که بتونیم به همدیگه کمک بکنیم و به یه جامعه خیلی خیلی قوی یوتیوبی باحال تو کنار همدیگه بسازیم اگر هم اگرم که با این ویدیو خیلی دیگه حال کردی بفرست واسه اون دوستت که نیاز داره این ویدیو رو ببینه به خاطر اینکه یه نفر دیگه هم بیاد توی جامعهمون یه نفره دمتون گرم. مرسی بچه من آیدی نیمارم میذارم هم اینستاگرام هم یوتیوبشو برین سابسکرایب بکنید که کل چیزهای باحال بهتون میگه فقط فارسی نمیگه انگلیسی نمیگه انگلیسی خوب کنید دست نرکنم مرسی مرسی فعلا